ببخشید خانم، آقا وجدان برای دیدن شما اومدن. وجدان اومده؟ کجاست؟ راه نمایشون کردم تو اتاق نشیمن است. عزیزم تو خیلی خسته شدی، همینجا بشین، من علی رو میفرستم پیشت. هر اتفاق خوبی که تو زندگیمون میفته چرا میخوای خرابش بکنی؟ چرا نمیذاری ما با آرامش زندگی کنیم؟ بلند شده اومده انگار عضو خونواده است. چه خبری؟ یواشتر، خونه پر از مهمونه. الینا همون بالاست، چه فکری میکنه؟ از این بپرس الان اینجا چی کار میکنه؟ من توی این خونه حق دارم. تو پسرمی، این زن قبول بکنه یا نکنه. ببینم تو چه فکری کردی که بدون من برای پسرم عروسی بگیری؟ فکر کردی خبردار نمیشم؟ مشورت کردن که هیچیه، حتی نخواستی این خبر مهم رو بهم بدی. برای کدوم پسر حرف میزنی؟ خجالت نمیکشی به من میگی پسرم؟ من فقط پسر مادرمم، هیچ پدری ندارم. تو منو قبول کنی یا نکنی هیچ فرقی نمیکنه. من هنوز پدرت هستم. وجدان، آقا وجدان، به خاطر خدا از اینجا برو، آبرومونو جلوی مهمونو نبر. امروز برای پسرم روز بزرگیه، تو رو خدا شادی پسرمو خراب نکن. تأخیر کردن این کار همیشه کیشه. من میخوام عروسمو ببینم. کجا صداش بزنید؟ وقتی پسرت نیستم کدوم عروس؟ علی تمام زندگیشو بدون پدر گذرونده، هیچ وقت کنارش نبودی. حالا که میخواد طعم خوشبختی رو بچشه اومدی زهر مارش کنی. چطوری روز میشه بگی من باباتم؟ کدوم بابا آخه؟ بابا اینجوری میشه؟ تو نذاشتی من باباش باشم. کل زندگیش از وقتی کوچیک بود ذهن این بچه رو پر کردی که از من متنفر باشه. تو اونقدر دل سیاهه که جلوی یه پسر 5 ساله باباشو اینقدر پست نشون دادی. این تو بوده که زندگیشو تباه کردی. تو تباه کردی، نه من. تو هیچ وقت اجازه ندادی که من براش پدری کنم. مگه من از مسئولیتم شونه خالی کرده بودم؟ مگه من نگران زندگی پسرم نبودم؟ ولی به خاطر کینه‌ای که از من داشتی از علی انتقام گرفتی. پسرمو ازم گرفتی، اون از پدر خودش بیزار کردی. مگه تو کی هستی که تو خونم وایسادی و هرچی دلت میخواد به مادرم میگی؟ این سالا کجا بودی؟ الان رسیدی میگی باباتم؟ از وقتی یادم میاد مردم ازم میپرسیدن بابات کیه؟ علی،
بس کن پسرم، آروم باش. این رابطه فقط یه بازیه، چیزی دیگه ای نیست. بشنم ازت خواهش میکنم، به خاطر خدا از اینجا برو. همه ی زندگی منو اذیت کردی و لذت بردی، بس دیگه. حالا همون کارو با پسرم نکنه، عذابش نده. من چطور میتونم پسر خودم رو اذیت کنم؟ تو همیشه درباره من اشتباه فکر کردی. مامان تو رو خدا لطفاً از این آدم خواهش نکن، داری خودتو کوچیک میکنی؟ کل زندگیت کتکت زده، بعد حالا داری بهش التماس میکنی؟ پس من چی کار کنم؟ یه چیزی میگم، خودت قضاوت کن علی. اگه من گناهکارم، به همون اندازه مامانت هم گناهکاره. هر دومون مقصر بودیم. اگه من رو دست بلند کردم، تو هم زبونت کار میکرد. دستای من خسته میشد ولی زبون تلخ تو نه. اینو بفهم، چون به تو احتیاج داره، اعتماد تو به دست آورده. خودت با پای خودت میری بیرون یا بندازمت بیرون. گورتو گم کن. این حرفو به یاد داشته باش، دروغای این زنو باور نکن. یه روز حتما پشیمون میشی. مامان حالت خوبه؟ تو برو، الینا تو اتاق منتظرته. امروز تو این خونه روز اولشه. حالا با این سر و صدا چه فکری میکنه؟ برو، تو برو. میرم ولی تو نگران نباش پسرم، من خوبم. تو برو، برو. به مامان زنگ بزنم یا نه؟ بلش کن، حالا که نگرانم میشه. اینجا چه خبره؟ ببین، من از دخترایی که وقتشون رو علکی با تلفن هدر میدن خوشم نمیاد. فیسبوک هم داری؟ آره. فیسبوک رو حذف کن، واتساپت هم غیر فعال کن. الینا ببین، من اصلا دوست ندارم که خانم خونه از صبح تا شب مشغول تلفن باشه و نتونه به کار و زندگیش برسه. موبایل خیلی وقت گیره، سرت گرم میشه، اون وقت ساعت میگذره و تو متوجه نمیشی. لطفاً الینا کاری نکن که من ناراحت بشم.
شاهدید تیری نینو کی عادت بری شاهدید تیری نینو کی عادت بری تم تھے وہ اجنبی تھے سامنے لاپتا تو فکرم بود که برات یه انگشتر خوشگل و زیبا بخرم ولی خب جلوی زیبایی تو جلوشو از دست داد کم آورد به کاش یه چیز دیگه میگرفتم ولی اونم بیفایده بود اونم جلوی تو رنگ میباخت خدا بعضیا رو با زیباییشون نوازش میکنه انقدر زیبا که حتی یه لحظه هم نمیتونی چشم برداری نمیدونی چجوری حستو بیان کن انگشتر قشنگیه خیلی ممنون